رادیو صدای روز، دوست و همراه شما هفت روز هفته. مسئولیت این برنامه به عهده تهیه کننده می باشد و رادیو صدای روز و صاحبان آگهی ها نسبت به محتوا و نظرات و اظهارات مطروح در این برنامه هیچ گونه مسئولیتی ندارند. Talangor. برنامه شاد و سرگرم کننده از رادیو صدای روز. تهیه کننده بهزاد روحانی. اجرا بهزاد روحانی و سیمی. جملگی در حکم سه پروانه ایم، در جهان عاشقان افسانه ایم. اولی خود را به شمع نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنای عشق. دومی نزدیک شعله بال زد، گفت حال من سوختم در سوز عشق. سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای عشق. عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان شنونده‌ای که در این ساعت به صدای ما گوش میدن. امروز یک شنبه 12 می ماه 2019، صدای ما رو از رادیو صدای روز تورنتو کانادا میشنوید. این برنامه در سراسر دنیا پخش خواهد شد. بهزاد روحانی هستم به اتفاق همکار عزیز و محترم خانم سیمین در خدمت ما هستیم. یکی دو ساعتی انشاءالله که بتونیم خنده‌ای رو لباتون بیاریم و وقتتون رو به خوشی بگذاریم. خانم سیمین خیلی خوش آمدید. درود به شما جناب آقای بهزاد روحانی. چقدر قشنگ بود این شعری که خوندین، بسیار عالی. همه شعری میخونم همش قشنگه. بله، و همچنین سلام مخصوص دارم خدمت مدیریت رادیو و همینطور کسانی که تو آرشیف تو اتاق فرمان دارن کار میکنن، زحمت میکشن، صدای ما به گوش شما دوستان عزیز شنونده میرسه و امیدوارم که شما هم امروز روز قشنگی دارین و امروز روز مخصوص مادر آقای روحانی. بله، ما قرار شد که اول که اومدیم شروع کنیم راجع به بوسهای مادر. هنوز خبری نشده، ما تازه رسیدیم. خب من خودم آماده کردم، گرم شد. من خودم آماده کردم، من گفتم شما شعری داری شما راجع به مادری، ولی میبستم گوش کردم. این شعر خبری نیستیش. نه، این شعر راجع به عشق بود. بله، بعد عرض کنم خدمتون که مادرم که همه عشق. عشقم، بله، عشقم. عرض کنم خدمتتون همونطور که عرض کردم به صدای ما از رادیو صدای روز تورنتو کانادا میشنویم.
اصلا همچی یادشون میره. نه آخه بابا دو ساعت برنامه است، دو دقیقش کنیم مثل که من مادرم سب کنیم دست پاچه نباشیم. نه همیشه شما رو باید یاده برای که یعنی من باید از در که برای تو بگم آقا افروز روز مادرش ها به من تبریک. نه نه یادمه، من مطلب تهیه کردم. نه میخواستم از آقای رضاوند تشکر بکنیم، شما تشکر کنیم، تشکر کنیم که کارگردانی این برنامه رو دارند و این رادیو رو فراهم کردن، راه انداختن که یه کار فرهنگی باشه، دوستان چی بکنن. بله تشکر از ایشون میکنیم و این رادیو رادیو صدای روز از تورنتو کانادا پخش میشه. بله. شماره تلفن برنامه در طی برنامه هست 905-747-0707. بله. اگه دوستانی برنامه رو گوش بدن مایل هستن 905-747-0707. بله. دوستانی برنامه رو گوش بدن و دوست دارن که نظرات خودشون رو، پیشنهاد، انتقاد، هر چی دارن ما در خدمتشون هستیم. خیلی هم خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم و نظراتشون رو گوش بدیم. به افتخار هر کسی هم که اومد روی خط یه آهنگ به انتخاب خودش براش پخش میکنه. بله که اگرم مناسبت داشته باشه که بسیار عالیه. خب روز مادر هستش و من یه تبریک میگم کسایی که امروز به دنیا، دیروز به دنیا اومدن. اول هم اول هم امروز من به دنیا اومدن، فردا به شما دارم. به شما تبریک میگم. چه عجب بله همین که خودت مادر هستی، هم مادر فرزندانی هستیم که یکیشون خودش مادره. بله. و هم هپی مادرز دی، هم هپی گران مادرز دی. بله. البته شما دیگه حالا سنم شما نکنی بخوای سنم این لام نه سن و سال ندارن سنی خانوم، ولی خیلی زود ازدواج کردن، 8 سال 9 سال و 11 سال دیگه هم اول بچه شونو داشتن. بله دقیقا. من تبریک میگم همینطور به پدران. میشناسم خیلی کسانی که نقش پدر هستن ولی نقش مادرم بازی کردن، یعنی هم مادر بودن هم پدر بودن، و خیلی از مادرهایی که نقش پدرم بازی کردن. بله. پس بنابراین روز مادر به پدران مادران خیلی عزیز. پدران میزن که هیچ کدوم از نقشه رو بازی نکردن مثل من. حالا اون بماند بعدم خیلی داستان. نه میدونستم میخواه آخرشون رو بگی، گفتم زودتر خیالت راحت کنن. نه ولی یکی یه نفر ما داشتیم حالا تو روز مادر شاید، ولی شون به عنوان جوکه دارم میگم، اصفهان، این خیلی دعوا میکرد، یعنی به هر چیزی گیر میداد تو خیابون به آدم ها، نمیدونم هر چیزی براش یک مشکلی درگیر میشده اینا، ولی اولین کاری که میکرد تو دعوا و کار به کتک کاری میشه خودشو میزد. خب بعد میگفتن که خب تو برای چی اولا دعوا میکنی؟ بعد دعوا میکنی چرا خودتو میزنی؟ گفت خب من تو میدونم اینو آخرش منم میزنم. خودم این کار میکنه که اونو دلشون میزنن. آره خودم میزنن، اختیارش دست خودمه، یواشتر میزنم اونا دلشون میسوزه، میگم بابا خودش داره خودشو میزنه دیگه، من نمیزنم. حالا من که میدونم شما میخوای آخرش به کجا برسی، خودم خیالت راحت میکنم، خودم خودزنی میکنم به قول من. نه من به شما خیلی احترام میذارم، شما هم همینطور پدر خوبی هستین. البته این سوالو باید کسایی که نمیدونن از لواجون و برهانجون بپرسن. چرا وقتی گفتی پدر خوبی هستی چشمک میزنی؟ من که چشمکم آقای روحانی، شما اصلا اجازه بدین خدا من دارم از شما تعریف بکنم. بله بله یه بارم که دارم تعریف میکنم گوش کنی. من چهار تا دوست مثل شما داشته باشم احتیاج به دشمن ندارم. من با شما دوستم بله. اصلا نه دعوا دارم نه چیز، سر صبح اومدم اینجا یه برنامه داشته باشیم، یه برنامه شاد بگو بخند شاد بزن برخص همه چی، البته برخصش که ما اینجا نمیتونیم کارم، ولی تو خونه بالاخره اونایی که آهنگ گوش میدن میتونن. امروز مادرم بله. روز مادره، البته هر روز سال روز پدر و مادره. هر بله. روز صبح که آدم از خواب بیدار میشه باید به از داشته هاش تشکر بکنه، از ایزد یکتا، از هر چی، هر کسی، هر عقیده ای داره، هر چیزی که داره. من فکر میکنم که وقتی که ما داریم قدرشو بدونیم، اگرم نداریم چه میدونم باختیم دیگه. بله. حالا اون زمانی که آدم داره اونطور که باید اونطوری که باید مراقبت بکنه، رفع نیازشونو بکنه. حالا مثلا پدر و مادرهای الان آخه چه احتیاجی به ما دارن؟ نه گل میخوان از ما، نه هدیه میخوان، میخوان چی کار کنن؟
فقط اون احترامه و اونی که نشون بدن همیشه باهاشون هستن تو همه جا. پدر مادرایی رو من میشناسم اینجا، نمیخوام منو ناراحت بکنم، شنوندگان خوبمون امروز روز مادره. به فکر میکنم جلسه قبلم گفتم اینا نیاز دارن که حتی تلفن گوشی ها برداشته بشه، یه تلفن شمارهشون گرفته بشه، یه حالی ازشون بپرسن. نمیخواد شام ببرنشون، صبحونه ببرنشون، غذا ببرنشون بیرون، اینا فقط بگن مامان حالت چطوره، پدر حالت چطوره، فقط بگن ما اینجا هستیم، هر کاری داری. مطمئنم که پدر مادرام اون کارهایی که میخوان نمیگن بچه‌هاشون، میگن خودشون گرفتارن، مشکلات زیادی دارن، ما یه دردسر دیگه براشون نشیم. ای کاش همه اینطوری باشن. من شاهد هستم که شاید، البته خدا رو شکر توی ایرانیا هنوز نشده این، هنوز اون وابستگی هست کم هست پدر و مادرها و یعنی افرادی که کم توجهن کم هست منظورم. بله همین. ولی متاسفانه توی کانادایی ها خیلی زیاده. یک مطلبی خوندم خیلی یه جورایی دردناک بود. نوشته بود که یه مادری تلفنشو مثلا دو سه روز قبل برده بود و به تعمیرگاه درست بکنه، بعد دو سه روز رفته بود و اون شخصی که مسئول اون تعمیرگاه بوده برای تلفن میگه که مادر من همه این رو چک کردم، همه جاشو دیدم، این تلفنشون سالمه. بله. و هیچ خرابی نداره. بعد میگه که پس چرا بچه‌هام زنگ نمیزنن؟ آخه. و این خیلی یعنی در حین مثلا کوتاه بودن ولی رسا بود. چه من این مطلبی دارم در مورد مادر، یه مسابقه هم برای شما دارم. خب میخوام یه چند تا سوال ازتون بکنم. چشم. هم درباره هم مسئله مادر اینا صحبت میکنیم با هم دیگه، ولی چون یه کمی شاید طولانی بشه فکر میکنم بریم یه آهنگ بشنویم. بله. بعد از آهنگ در مورد این صحبت میکنیم. دوستان عزیز با ما باشین. شماره تلفن ما هست 905 747 0707. دوست داریم که نظرات شما رو هم داشته باشیم. اگر انتقادم دارین ما با چشم و جان منتظر هستیم، میتونیم بیاین بگین و اگر متن دارین میتونین شیر بکنین با ما و دیگر شنوندگان. حتی اگر آهنگی مورد علاقتون هست میخواین تقدیم به کسی بکنین، تشریف بیارین، با کمال میل در خدمت شما هستیم. میریم آهنگ مادر از حبیب رو بشنیم. بله. I'm in love.
زد ما نمی خونه مادر مادر شب و با صدای لالایی های تو خوابیدم لالایی مادرم حالا نوبت توست تو به خواب امیدم مادر مادر عرض ادب مجدد در خدمت شما هستیم با رادیو صدای روز برنامه تلنگر امروز یک شنبه 12 ماه می 2019 هست. شماره تلفن برنامه 905-747-777 در خدمت شما هستیم. اگر دوستانی که مایل هستن که تشریف بیارن روی خط صحبت بکنن، پیشنهاد، انتقاد، ترانه درخواستی، همه چی در خدمت شما هست. خب خانم سیمین جناب، عرض کنم خدمت ما ایرانی ها یه خوشبختی، یه خوبی، حالا اسمشو بذاریم، اینه که از هر چیزی چند تاشو داریم. مثلا در تمام دنیا هر کشوری هر جا بریم، مثلا یه دونه روز مادر داریم. ما 7-8 روز مادر داریم. چرا 7-8؟ خب دیگه یه روز چند تا من 3-4 تاش که یادمه. چرا همین روز مادریه که الان هست. خب برای فلسفش هم صحبت میکنیم. یکی 25 آذر روز مادری که زمان شاهنشاه میگرفتن. یکی نمیدونم چند دومه چی هست، چون ماه عربیه یادم نیست، تولد حضرت فاطمه زهرا.
3 تا بعد 7 8 رو شما کجا بردین؟ نه هست چیز دیگه هم هست دیگه نداری؟ روز زن هست 17 با روز زن با روز مادر شما چه رو خاطی میکنی؟ تو مادر تو زن نباشه که مادر نمیشه حالا خیلی هستن زن هم ولی مادر نیستن هنوز من نگفتم زن حتما مادر میشه گفتم مادر تو زن نباشه مادر نمیشه تو زن نباشه مادر ولی خب دیگه ولی خب روز زن جداست فرق میکنه روز زن البته من... یه چیزی بهتون میگم مادر فقط به طب... یعنی به وجود آوردن یه آدم نیست خیلی از مادرها هستن بدون که دخالتی توی مسئله فیزیکی یه بچه داشته باشن ولی اون که مادر یه نفره دارن بچه ای رو بزرگ کردن بچه ای رو بابت زحمت کشیدن کسی رو حتی خیلی هستن برای خواهرشون مادری کردن بله و خیلی هستن برای شوهرشون مادری کردن و خیلی هستن که من این سوال دو روز پیش از این خانومی که ازدواج دومشونه ازدواج اولی همسرشون فوت کردن بعد از 4 سال فکر میکنم ازدواج دوم دارن من ازشون بایدم دوستو صحبت میکردیم ازشون پرسیدم گفتم که این آقای که شما ازدواج کردیم باشون آقای مسنین و بچه های دیگه ای دارن اون وقت تو خودت نمیخوای مادر بشی نمیخوای بچه دار بشی حالا که با این آقا ازدواج کردی به خاطر محدودیت سنی و فلا همین چیزایی که تو سن هستش نا گفت من انقدر خودم رو دوست دارم گفتم یعنی خودخواه هستی من بهش به خنده گفتم گفت من اصلا دوست ندارم وقتم رو برای بچه درست کردم بچه بزرگ کردم بذارم گفت من اصلا دوست ندارم شب از خواب بیدار شم که بخوام به بچم شیر بدم دایپرش عوض کنم دلش درد میکنه نگرش دارم گفت اصلا نمیخوام به خودم اجازه بدم که این کار رو بکنم به همین دلیل من بچه دوست ندارم اصلا نمیخوام بچه دار بشم یک خانم جوون 32-33 ساله در صورتی که اون هنوز وقت داره که بچه دار بشه گفتم من چون میدونستم که با شوهر اولش که زندگی میکردم بچه نداشتن گفتم تو بچه نداری گفت خوشحالم که بچه نداشتم که شوهر من تو تصادف از بین رفتن ولی الان شوهر دومم بعد از 7 سال گفت 22 سالم بود ازدواج کردم 22 سال بود که با اون در اصل یه جوری برای من تاریخاشم اینا رو گفت گفتم پس تو چرا نخ بچه دار نشدی خوب شد گفت آره خوب شد نشدم گفتم خب حالا وقتی که با این آقا ازدواج کردی فکر نمی کنی میخوای بچه دار بشی دوست داری گفت نه من اصلا گفت من اینقدر خودم رو دوست دارم نمیخوام که شب تا صبح بشینم بیدار یا بچه رو بزرگم یا وقتم رو بذارم یه همچین کسایی هم هست از خب ایشون دلیل خاص خوش داره ولی یه سری افراد هم هستن که بچه دار نمیشن خب اون امرش جدا به خاطر این که مثلا من چند تا رو دیدم که میگن که ما در خودمون نمیبینیم که بتونیم فرزندی تحویل جامعه بدیم که به درد جامعه بخوره فکر میکنیم در تربیتش نمیتونیم این اوکیه اینم من قبول دارم بله. من دختر پسر جوانی که شاید حدود 4-5 سال با هم دیگه ازدواج کردن بعد من میگفتم که دیگه وقتش هست مثلی که نمیخواین سه تا بشین گفتش که سیمین جون من دوست ندارم که بچه دار بشم الان تو این جامعه اینطوری بعد این همه البته اونا میگفت توی افریقا این همه گشنه داریم جاهای دیگه این همه بچه ها بدون پدر مادر موندن خب من که میخوام برم بچه میخوام یه بچه درست بکنم چه فرق میکنه یکی از اون بچه ها رو میتونم آداپت کنم بله. اگر که وسعشو داشته باشم بتونم اون بچه رو به یه جایی میرسونم بله. من دیگه یه بچه اضافه نمی کنم اونقدر هی داره اضافه میشه در نسل داره زیاد میشه ولی من یکی از اون بچه ها رو دوست دارم یکی دو تا هر چقدر که بتونم به باجتم نگاه میکنم تصمیم دارم که یکی دو تا از اون رو بگیرم که بتونم یه کاری بکنم اونا رو به یه جایی برسم خب البته من بهش احترام میذارم همچه هر بهترین کار ممکنه بله بهترین کار ممکنه اگر بتونن که از نظر مالی از نظر محبت از نظر هرچی یه شخصی که سرگردان در اصحاب بله. بدونه که خودش خواسته باشه
به دنیای اومده و هیچونه پشتیبانی نداره، نه از نظر مالی، نه از نظر روحی، نه از نظر دوست داشتن. خب این به نظر من پدر مادر اون ظلم کردن که بچه به دنیا اومده و ولش کردن در خود. خب گاهی اوقات هم حالا ما اینطوری فکر کنیم، مثلا شد توی این سانحه تصادف، تو این اتفاقایی که طبیعت مثل سیل زلزله اینا هستن، پدر مادر زیر آوار موندن، 4-5 تا بچه داشتن، یکی دوتا موندن، حالا اینا نیاز دارن که محبت یه کسی بهشون محبت بکنه، حالا پدر بزرگ مادر بزرگ واسهشون نمیرسه، فامیل نمیتونن. من فکر کنم هر کسی که بتونه. چقدر مشکل آقای روحانی، من امتحان کردم رفتم ایران دنبال این کار، چون دختر من تک فرزنده، یعنی یه دونه پسر داره، به من میگه ماما میشه بری اونجا جستجو کنی ببینی که ما چطور، چون من دوست داشتم که یکی از هموطنهای خودم بیارم اینجا، مثلا این کارو بکنم، حتی خودم میخواستم خودم بیارم یکی دوتا رو اینجا نگه دارم، چه اشکالی داره؟ و اینجا خیلی کمک میکنن دولت کانادا که آدم بچه رو بدونن که پدر مادر نیست، و نه که آدم پدر مادر اونجا باشه بچه رو بیارن، نه، بچه‌ای که واقعا پدر مادر نداره و نشون بده که هویت مثلا نیستن تو این دنیا. بعد حتما اونجا باید یه ملک به نام اون بچه باشه، یعنی اینقدر باید اینجا شما پول داشته باشین که اونجا یه چیزی بخریم بذارین بگین این خونه به اسم این بچه، بعد بتونین بچه رو بردارین بیارین. من یه ذره من متوجه نشدم کجا به ایران قانون ایرانه. بله حتما شما یه چیزی به نام بچه بکنین. گفتم من که رفتم پرسیدم توی بهزیستی، گفتن که میشه ما نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم که اون شخصی که داره این بچه رو به فرزندی قبول میکنه استطاعتش رو داره که بتونه مخارج این بچه رو قبول بکنه، هزینه‌اش رو من قبول یه وقتی بکنه. شنیدم که اصلا از نظر قانونی اجازه نمیدن که بچه رو ببری خارج. نه میتونیم. میشه؟ بله میشه، ولی باید اونجا یه چیزی نشون بدین که البته حالا گاهی خودم فکر حق بهشون میدم، شاید فکر میکنن که آدم بچه رو بیاره اینجا به امان خدا ول کنه دیگه، بچه خودش هر کاری بکنه اینا، میگه اونجا باید یه خونه چیزی به اسم اون بچه باشه تحت نظر اون اداره بهزیستی، که بدونن که ما اینجا به خاطر اینکه حالا اون مال از دست ندیم، اون خونه اون ملک از دست ندیم، از این بچه مراقبت بکنیم. من یه طرف فکر کنم که اون بچه نیاز به محبت داره، وقتی که اون میاد محبت میکنیم و اون به من محبت میکنه، دیگه عمرم فکر نمیکنم که اون بچه رو من میتونم ولش کنم. آدم یه دونه حیوان میاره، یه سگ میاره، گربه میاره، وقتی توی خونش بهش محبت میکنی، محبت ازش میبینه، دیگه اگه یه خار کوچولو توی پای اون حیوان بره، آدم میشینه گریه میکنه، میگه چرا اینطوری شده، چه برسه یه دونه انسان. به همین دلیل نمیدونم، امیدوارم که الان توی این موقعیتی که هستش شاید یه مروری بکنن توی تصمیمشون و مردم بتونن اینجا خیلی کسا هستن که باید شما یه تحقیق بکنی، چون ممکنه بعضی ها علاقه من باشن این کار انجام بدن. اگر از نظر قانونی اجازه هست که افراد خارج کشور داخل کشور بچه هایی رو بیارن که پدر مادر ندارن، به یه صورتی چیز هستند به قول ایرانی یتیم هستند و بخوان بیارن اینجا که آینده بهتری برشون بذارند، اینا کلن ببینید قانونش چیه، فقط یک که زمین باید بکنن، یک که زمین هم تو ایران باید اتفاق بیفته، بعد مبلغ توی ایران بعد نه فرقی نمی کنه، میگن که میگن یه ملک باید به اسم این بچه باشه. خب یه ملک باید ملک میتونه توی بیابون باشه، مهم نیستش، هر جا شما یه تیکه زمین دارین، یه خونه دارین، یه ویلا دارین، یه آپارتمان دارین، میگین پس این اسم این بچه باشه. حالا خوبه بین دو مثلا مشترک چی میگن، دو به سدون سدون باشه، سدون پدر و مادر، اون کسی که داره قبول میکنه به عنوان فرزندی، یا سدون مثلا، اگه اینطوری باشه ایتس اوکی، ولی میگن که نه باید حتما به اسم اون بچه باشه. بله. به همین دلیل. ولی مگه بچه مثلا میتونن به نامش بکنه، بچه که خود در اون سیستم حتما اونجا شرایطی گذاشتن دیگه، وکالتی نمیدونم، بخششی چیزی آخه نمیدونم، ولی اینطوری که من گفتم، من یه ذره گفتم خب این ذره مشکله، مثلا آدم یه همچین کاری بخواد بکنه. بعدش هم میگم الان اینجا خیلی کسا هستن، دختر خودم یکیش که میگفت مامان تو رو خدا، من زمانی که من رفتم اونجا اقدام بکنم بپرسم، نوه من 5-6 سالش بود که
هنوزم که هنوزه. خب الان دیگه اون بچه 15 سالشه نوه من، خب دوستای دیگه ای داره، میتونه با دوستاش بهش نرف بزنه فلان، اونقدر احساس کمبود نمی کنه. ولی زمانی که 5-6 سالشه، من یادم میاد که توی جلسه با دکتر هلاکی بودم، میگفت برای بچه اونایی که تک فرزند دارن باید برای بچه هاشون دوست بخرن، باید یه دوستی رو انتخاب کنن که خوب باشه فلان، تو مثلا ببرنشون بیرون شام نهار، باید اینا خرج اون بچه رو بدن که اون بچه داره میاد یه فیور میده به بچه شما که بچه شما تنها نباشه و اینا با همدیگه دوستی خوب باشن. من دقیقا حالا اینه میخوام بگم دختر من این کار کرده، ولی باور کنین 3 ماه تابستون و دوستی که یه خانومی که مال هموطنم نبودن، هندی بودن، اون پسر از کلاس از سال اولی که این بچه رفت مدرسه با هم دیگه توی با هم دیگه بودن. خب اون صمیمی‌ترین دوست نوه من بود. بعد دختر من یادم میاد برای اون پدر و مادر دیگه وکالت تام به دختر من داده بودن که شما هر جا میرین میتونی این پسر رو ببری با خودتون. پاسپورتشو میدادن، دختر من بلیطشو میگرفت، مثلا میرفتن امریکا، تو امریکا سفرهای خارج از کشور تو همینجا یا تو خونه خودش، میگو مامان دیگه این پسر به مامانش فقط زنگ میزنه بر من لباس بیار، من نمیخوام بیام خونه، اینجا هستم. بعد میرفتیم مثلا رستوران غذا میخواستیم انتخاب کنیم، اول منوی رو دختر من به اون میداد، میگفت انتخاب کن هر غذایی که میخوای، نه که من، نه تو باید، من مثلا میخوام چلی کباب کوبیده بخورم، تو هم باید کوبیده بخوری، نه من میخوام کوبیده بخورم، تو هر چی دوست داری بخور. بعد من میگفتم چه خوبه، میگفت نه ماما من باید این دوست اینا رو نگه دارم برای این پسر که فردا بزرگ بشه مثلا با دوستای همسن خودش خیلی فان داره، خیلی دوست داره که راحت تر هستش. حالا من اون زمان که میدم گفتم خب تو که داری این کارو میکنی بیا یه بچه قبول کن، هم اون بچه رو نجات دادی، این بچه میاد محبت پدر مادر رو میبینه، احساس میکنه پدر مادرشه، یه خونه داره، یه جا رو داره، بزرگ میشه همراه با پسر. به این دلیل من رفتم اونجا و پرسجو کردم، خیلی جاها رفتم، همه اینو گفتن، حتی توی اصفهان هم رفتم، یعنی تو تهران و اصفهان، هر دو جا گفتن که باید اینجا توی محضری فلان اونجا نوشته بدین، یه ملکم به اسمش بکنین، بعد خودتون ببرینش، بعد اونجا تازه بذاریم که اینجا. البته این دولت کانادا خیلی راحت قبول میکنه، پسیش میده. اینطوری شد. ما زمان بچگی من شانس نداشتیم. چرا؟ نه مرد به نام اونو کسی سر. خب شما که نه کسی فرزندی قبول کرد، شما که در سایه زیر سایه پدر مادر بزرگ شدید. چرا منیو رو بدن اول دست ما؟ من هنوزم که هنوز منیو رو بقیه انتخاب کنه، بعضی وقتا یادشون میره منم باید غذا بخورم. به خدا در حال ولی خدا کنه بشید، اگه اینطوری باشه خیلی اجازه هستن. شما الان مأموریت دارید در طی هفته آینده یه تحقیق بکنید دقیق قانونیش رو سوال بکنید. چشم. میتونید از وکلای ایرانی بپرسید. اتفاقا دارم. بله از وکلای ایرانی بپرسید و بیان بگید، شاید بعدی براشون جالب باشه بدونن، شاید بتونیم یه حرکتی را بندازیم، یه کاری بکنیم. آقای رانی اینجا خیلی هستن که میگم بچه ندارن ولی میخوان بچه آداپت کنن. بله. بچه خوبه که از توی وطن خودمون اونایی که احتیاج دارن. چقدر الان بازم بحث طولانی شد، بازم بریم یه آهنگ گوش کنیم. آره من می‌خواستم یه چیز مطلب در مورد شمون آقای افشین آذری رو بذارین، الان اون قشنگه. آره اون آهنگ بذار یه کمی تب برنامه عوض شه تا بعد برگردیم ببینیم داستان چیه. پس بریم آهنگ رو گوش کنیم و شماره تلفن هست 905 747 0707.
این عجب روزگار روز کار ماره ای عجب روزگار ساخت روز کار ماره ببین حالم دراب که تعریف نداره ببین حالم دراب که تعریف نداره دست مردم نده آتو که خیلی آره دست مردم نده آتو که خیلی آره پشت دنیا بکن مامر به روزگاره پشت به دنیا بکن مامر به روزگاره آی برارم آی برارم بده شام شرابه که حال دل خرابه آی برارم آی برارم به شما رحم دردم که این لحظه عذابه آی برارم آی برارم الهی که دلت هم نباشه درد نباشه توی اقبال تو یک دلبر نامرد نباشه چشمم غمه بردای عالمه آی برارم آی برارم شراب پرهمه رنگ چشمم غمه بردای عالمه آی برارم آی برارم شراب پرهمه شما شروع کنید خانم سیمین همش من عرض ادب مجدد میکنم شما هم یکم عرض ادب مجدد بکنید بله بعد از ترانه قشنگی که شنیدیم با صدای آقای افشین آذری چقدر من خوش آمد از این آهنگ خیلی خوب بود داستان داشت تعریف خیلی خوب بود خب شما چند تا سوال داشتی از من سوالشو یاد تو رفته نکنی شما ماشالله هزار ماشالله نشانی هاست نه یادم نه موقعش قسمت قبلی برنامه من خیلی پر حرفی کردم بله, بله شما که البته گل فرمودید ولی بنده خیلی پر حرف کردم بعد نشد حالا تین قسمت اعلام کنیم ولی قبل از اون که این کار انجام بدیم کسایی که الان صدای ما رو میشنوند به دوستاشون که میخوان من میدونم تعداد زیادی هستن که میخوان صدای ما رو بشنوند توصیه بکنن که اگه تلفنشون تلفن اپل هست یعنی آیفون در است هست میتونن برن روی تلفنشون اپل استور و صدای روز صدای روز SEDAYERROOZ وای ای آه پس من به چند نفر دادم بهشون گفتم که صدای SADY همی گفت چرا ROOZ بله بله همی گفت چرا نمیدونم نمیدونم به خدا همینه اونا احتمالا به یه صدای دیگه دارم گوشون بله کسایی که تلفن آیفون دارن اپل برن اپل استور روی تلفنشون و این رو دانلود بکنن گوش بدن کسایی که غیر از تلفن آیفون دارن رو اندروید پلی استور رو بزنن و همون صدای روز رو بزنن اپش رو بگیرن دانلود بکنن و میتونن به برنامه گوش بدن پس برن تو پلی استور بله کسایی که اونایی که مثل سامسونگ آره غیر از آیفون دارن اونا اندروید هستن اونا میتونن از اون طریق گوش بدن همچنین برنامه تلنگور زب شدهش هر هفته روی یوتیوب میره میتونن بزنن تلنگور روی یوتیوب گوش بدن و روی فیسبوک میتونن این برنامه رو گوش بدن خلاصه اگر علاقه من باشم بالاخره به یه وسیله میتونن این کار انجام بدن
اگرم الان شنونده برنامه هستن که میتونن زنگ بزنن به ما که ما بدونیم که افرادی گوش میدن 905-700 زنگ بزن حال شما رو بپرسن حال آقای نزاوند رو بپرسن حال این آرایشگر بغلی رو بپرسن شما رفتی اینجا من مو دارم برم آرایشگاه نه خدا گفتم چرا شما یادی آرایشگر اوکی حالا که گفتی نه رو بگید که تم برنامه عبد شه یه آقایی که مثل بنده سرخلبت بود مو نداشت سرخلبت یعنی چه آقای محترم حالا ما بگم کچل نمیخوام بگم کچل یه آقایی بود مثل بنده مو نداشت بعد این اومده بود تو اتوبوس اینا یه دفعه برگش گفت آقا کلاه من کو اینو هی هم گفت آقا چی کلاه من کو کلاه چی اینو یکی در میگفت آقا شما از اول اصلا کلاه نداشتی چی رفت اینا گفت آقای محترم کلاگیسش نه گفت آقای محترم اصلا این سر به جوری هست که من بدون کلاه بیتونم بیام بیرون این سر من یه دونه مورو کلش نبود آره دیگه بدتر از من حالا من چهار تا نه سه تا چهار تا دیدیم شما رفتیم پیش این خانم آرایشگر ماتون شما نه من اصلا آرایشگر اوتوماتیکه من تا دیروز چهار تا دونه مو داشتم دیشب دم یه دونش افتاده آره اینا رو همه رو قاب میگیرم من میگم چی کار کردیم با خانمیتون نکنه اون کنده من اون جوونی بود 60% اولی اون دونه دونه کرد اولم از سیبیلا شروع کرد یه دونه یه دونه میکن بعد تموم شد رفت به 60% که دیگه خسته شد بعد خودش شروع کرد ریختن بگین همه اینا رو بگین امشب میخوام بریم خونه با تو ماشی که امشب هوا خوبه نمیدونم خدا کنه هوا در حرارتش زیاد باشه که شما اون بیرون روی اون دکی تو میخواین بخوابی سر بنه الان دوباره یه کاری میکنیم بحثمون طولانی میشه دوباره به آهنگ گوش بدیم یعنی من آخرش که مطلب روز مادر نمیتونم برای شما بگم هنوز شما مطلب روز مادر داریم اصلا نگفتیم که اوه پس تو مادرش چی نگفتیم همه برفتیم بچه برداریم از ایران و نمیدونم اوکی بفرمین خواهش بکنم ما هنوز صحبت مادر تموم نکردیم بچه دار شده و اومد و نه من گفتم کمک بشه هر کسی بچه نداره میتونه یا بچه داره بره همچین کاری بکنه یه مقدار این چیزا رو میگم برای که تم برنامه عوض شد نمیدونم چرا هر موقع در مورد مادر صحبت میشه یه حالت مثلا غم میاد یعنی زیاد چرا غم نمیدونم خصوصا بسیار قشنگه چون فرهنگ ما خب شما قدیمایتونه این کامیونایی که تو بیابون میرفتن خب اینا پشت شینه نوشته بودن تابلو جلوش اینا یه چیزایی می نوشتن در بیابان ها اگر 100 سال سرگردان شوی بهتر است اندر وطن محتاج نامردان شوی یا نمیدونم چی اینا بعد بیشترشون اون تابلو جلوی کامینوشو نوشته سلطان غم مادر سلطان غم دیگه مثلا نمی نوشتن سلطان عشق مادر خب سلطان عشق هم می شود دیگه سلطان غم مادر ولی خب بازم خوبه که نداشتن حالا این حالا دوباره ادامه پیدا میکنه خیلی هفت و هفت میاد ببخشید من از این نوشته های پشت همین کامیونا تریلیا اوتوبوسا مینیبوسا یه دونه یه چیزی که نوشتن خیلی منو به خودم مشغول کرده بود که فکرمو که چی این چه جوریه باورتون میشه ماشین زدم کنار اینطوری وایسادم گفتم آقا فقط به من بگو که اون جا که نوشتی اون بالا بیمه با حضرت ابوالفضل من گفتم یعنی چی بیمه با حضرت ابوالفضل به جان بچه‌هام نمیدونستم باور کنی نمیدونستم اون آقا برای من توضیح داد گفتش که من هر درآمدی که دارم یه مقدار از این پولو میدم به کسانی که حالا عقیده‌ای که داشته به کسانی که محتاجن نیازمندن این میشه همون بیمه‌ای که من دارم میدم ده. بعد تازه موقع دوزاریم افتاد به قول اونجا گفتم ای چه خوب شد من همش گفتم بیمه با چون میدونستم که ما بیمه باید بدیم اونجا برای ماشینامون وقتی که رانندگی میکنیم ببین چطور میگه بیمه بازه گفتم یقین هیچ بیمه نداره فقط این بیمه رو داره من همین مشکل رو تا سن 14 سالگی داشتم پشت ماشینم خوندم خدا با ماست بعد خدا پیش خودم فکر میکردم گفتم کنگر با ماس هست خیار با ماس هست پیاز با ماس هست کامان آقا روانی تا 14 سالگی نمیدونستم خب
شما دوباره حرفتون بود بگید. یکی از دوستان میگفت که من تا سن 12 سالگی فکر میکردم اسمم طول سگه. آره، من که بهش میگفتم طول سگ بشین، طول سگ فلان، میگفت فکر کردم اسمم طول سگه. بعد که مدرسه رفت نه تو مدرسه یه چیز دیگه بهش میگن. خب اومدیم سر روز مادر، حالا اوناش که ایرانی و 25 آذر رو نمیدونم. ببخشید با تصدو راجع به روز مادر میخواد بگی روزش چیه؟ طولانی شد بریم یه آهنگ دیگه بشه. نه خیلی مطلبش هم طولانیه، اصلا پسته بشه. پس بریم یه آهنگ آماده های رضاوند داریم. چی داریم؟ آهنگ آماده. بله آهنگ خیلی بلکه شاد ریتمیک دیگه، خیلی زیبا، خیلی زیبا. تو میتونه بشمارم بیارم کدومشون هزار تا قصه پیمارم مادرم مادرم موسیقی
قشنگ بود، دوست داشتم. یه کمی غمناک بود. غمناک بود ایتس اوکی، ولی راجع به مادر بود. همین که میگم دیگه مادر نه که همش قصه ما رو میخوره، همش زحمت میکشه. یعنی ما هر چقدر میخوام میگفت تم برنامه رو برگردونیم شاد دوباره میریم توی آره نمیدونم چرا. یه متنی داشتم میخوندم نوشته بود که همیشه مادر وقتی که غذا رو میذاره روی میز نگاه میکنه که همه اول بخورن بعدش هر چقدر اون بخواد بخوره، یا مثلا بهترین قسمت غذاها مال اولا بود مال شوهرها، ولی اول مال بچه ها، بعد مال شوهر، بعد مال خودش. همیشه میگه من سیرم که مبادا غذا کم بیاد. این که راجع به غذا خوردن قدیما هر بود، الان گوشت رو تو آشپزخونه میخوره، استخونه رو شما چه بد بی شدی شما شوخی شما مزاح میفرمایید. خب برنامه رو میخوام یه جوری بچرخونیم دیگه یه ذره. در حال خیلی قشنگ بود. شما چند سال کانادا تشریف دارید؟ من 30 سال پر شد. آره 30 سال پر شد. البته حالا این که من از شما میپرسم شما که بهتر میدونین که بله نه نه. چون شما جز اولین شما خانم شما جز اولین کسانی بود که من، البته شما اولین دوستانی بودین که ما تو اینجا وارد شدیم. چقدر خاطره دارم. بله شما میدونین دیگه ما چند نه نه من که میدونم من بله. پرسیدم که شما بفرمایید که شنونده ها بشنوند. بله. منظورم اینه که حالا این سوالی که از شما میکنم احتمالا جوابش نمیدونین، ناراحت نشین چون خیلی اینجا هستن جواب این سوالا رو نمیدونن. مثلا همین روز مادری که الان خدا به داد من برسه، این روز مادر که حالا آمریکای شمالی کانادا ده. به عنوان روز مادر هست، حالا فلسفه بودنش هم من بعد براتون میگم، ولی میدونید چه تاریخیه؟ تاریخاش چرا تفاوت متفاوت میشه توی مثلا به خاطر که اینا میخوان یه کاری بکنن یه جوری بشه، چون سال هر سال 10 روز به جلو کشیده میشه یا به عقب کشیده میشه، به عقب کشیده میشه. خب ولی یه جوری میکنن که به یک شنبه بخوره که مردم همه اون وقت رو داشته باشن که حالا صبح، زور، شب، صبحانه، نهار، شام یه جورایی همه به قول اینجا یه گدرین بکنن یا مثلا با همدیگه باشن یه چند ساعتی. بله این که همیشه یک شنبه خب هست. خب یک شنبه ولی خب یک دور تاریخ نمیتونه بمونه. بله ولی شما الان 20 سال دیگه هم که اگه از من بپرسی میتونم بگم که مثلا چندم ماه می میشه. هشتم ماه می، من 11ام ماه می. همیشه یک شنبه است. همیشه یک شنبه است. من همین ولی خب تاریخ عوض میشه. ماه می میچرخه. ولی قانونش اینه دومین یک شنبه هر ماه می. آه. هر سال دومین یک شنبه ماه می روز مادر. باور کنی نمیدونستم. آره. مرسی. حالا من اینجا یه ذره معلوماتم اضافه میشه دیگه. بله. یه وقتی هست مثلا میشه 8 می، یه وقت میشه 15 می، یه وقت میشه مثلا امروز 12 می، بستگی داره. پس دومین یک شنبه ماه می. بله 15 می که البته نمیشه چون 15 روز از 14 روز بیشتر. ولی فکر میکنم همین مثلا 12 اینا آخری چیزش دوباره مثلا بعد میگردش 6 7 می دومی یک شنبه، دومی یک شنبه ماه می. این قانونش. بله. خب این عادی. بعد یه گل خاصی هست در این روز آمریکای شمالی کانادا اینجور این گل رو به مادرشون میدن. یعنی مثلا حالا البته من دیدم ایرانی ها کسایی که کمتر اطلاع دارن و یه دسته گل میگیرن روز میگیرن ولی خود کانادا یه گل خاصه. من دیروز توی برای شام دعوت بودیم از طرف پسرم و دخترم، حدود 20 نفر بودیم، یعنی همه خانواده، یعنی همه فامیل. ببخشید عذر میخوام، پول تولد اون خانومه رو کی داد؟ شما دادی؟ کدوم خانومه؟ سه برنامه پیش گفتی یه خانومی رو سورپرایز کردیم پول تولد کیک و ایناش پول سستران شما دادیم. من دوباره داغم تازه حالا اونو بذاریم بعدن. اینو من دارم میگم شما چرا همینطوری خدا شاید من هر وقت ما رو دعوت کنه اول همه میاد پول از من میگیره. یه خانومه رو پولش رو بدیم. من الان دارم راجع به چیزی صحبت کنم. اصلا میخوام اشکم در بیاد. الان من داشتم راجع به اصلا شما وقتی میپرین تو حرف من اصلا یادم میره. چی بود بگم؟ دیشب 22 نفر اومدن. دیشب بله.
به قول اینجا یا فامیلی گدرینگ بود و به خاطر روز مادر یه جا ما که هیچی من باور کنیم اسباب کشی داشته که برای خبر میکنیم کسی دیگه بود با من غلط کنم چند سال ما اصلا 20 سال اسباب کشی مثلا میگم به هر حال یه یخچالی چیزی جا به جا بکنید لباس شما خراب شده من کوچیک شما هستم چرا این حرفا رو میزنی که همه نسبت به من بدبین بشن آخه من میدونم من شوخی میکنم من بعد دیشب که اونجا بودیم من وارد که شدم حالا شما گفتین گل اسم گل من فکر میکنم شد این گل باشه که من دادن دو سه نفر گل ارکیده دادن به من نه اونم وارد نبود گفتم نکنه شما من نمیدونم واقعا این گل مخصوص چیه نکنه همین گل مامی که خیلی هم قیمتش مناسب و ارزونه تو گلدونه قیمتش من نمیدونم میگن مام من نشیدم فقط من چرا من شنیدم هر دفعه رفتم که بخرم اصلا گفتم اصلا نوشته اونجا اما اصلا رنگا رو داره صورتی سفید زرد سبز کمرنگ گله نه اولا گل روز مادر دو رنگ بیشتر نباید باشه یه سفید یه قرمز خب سمبول روز مادر گلش گل میخک آخه گل میخک خب اینجا حتما اونایی که مثلا فلسفه روز مادر اینجا رو میدونن گل میخک به مادرشون میدن و رنگ سفید قرمزش چرا مثلا سفید یا چرا قرمز اینو میدونین سفید اونی که مادر نداره سفید مال کسیه که مادرشون فوت شدن از دنیا رفتن قرمز مال مادری که هست دنیا نیستن ولی خب وجود روحی دارن و قرمز مال کسایی که مادرشون خوب بله هست بله لاو نشون میده بله عشق نشون میده خب بله. پس اینم یه چیزه چقدر من امروز دارم هی اضافه میکنم بله. به معلوماتم بله. عالی دیگه سوال دیگه ای داری؟ خب حالا خود این حالا این کرده سوال بکنم که چون گل اینا رو نمیدوسی اینه که دیگه حتما نمیدید من اینو خودم توضیح میدم از کجا میدونیشت بتونم خب چون قضاوت نکنیم فلسفه چیه؟ این روز برای چی روزم از کی شروع شده؟ چقدر وقته؟ چی این روزو نمیتونم وقت رو میخوای پس من با شهامت من با شهامت نه بگی که چی واقعا نمیدونم مرسی یه دختر خانم 12 ساله ای در حدود 1864 بله حدود 153 سال پیش به نام آنا جارویس بله خب این نه مخفیانه ناخودآگاه مادرش رو میبینه که در سر دعا داره از خدا دعا میکنه میخواد که یه سببی بشه که یه روزی به نام روز قدردانی از مادر مشخص بشه و این دختر بچه در اون موقع تصمیم میگیره که فعالیت اجتماعی بکنه و یه کاری بکنه که همچین روزی مشخص بشه و شروع میکنه فعالیت کردن برای نه فقط برای مادر خودش برای کلن برای همه مادر من متنش رو براتون این تیکر رو میخونم مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا روز مادر در کانادا دوم یک شنبه ماه می است حتما شما هم دیده که در این روز بسیار از اهالی تورنتو با یک دسته گل میخک و البته کادوهای دیگر روز مادر رو جشن میگیرن شاید حتی خود شما همین تجربه را در سال‌های گذشته داشته باشید اما بد نیست کمی با تاریخ سابقه روز این روز آشنا شوید خانمی به نام آنا جاویز متولد اول می سال 1864 هنگامی که 12 ساله بود دعای مادرش را شنید که امیدوار بود روزی را به عنوان قدرشناسی از مادران اختصاص دهد مادرانی که همیشه خدمات بی‌بدیل خود را به بشریت ارائه کردند مادر آنها هم جز فعالان کلیسا بود و هم در زمینه‌های اجتماعی فعالیت میکرد. او در سال 1905 درگذشت و آنها در روز خاکسپاری مادرش تصمیم گرفت به دعای مادرش جامع عمل بپوشاند. به خصوص که احساس میکرد فرزندان به مادران خود توجه کافی ندارند. کمپین او آغاز شده بود. آنها در کلیساها سخنرانی میکرد و به مسئولان مختلف نامه مینوشت تا این روز را به رسمیت بشناسند. تلاش هایی که در ابتدا با سردی بسیاری مواجه شده بود این تلاش ها بالاخره به نتیجه رسید و بالاخره و تا خبری و تاجر خیری به نام جان وانامیکر از این کار حمایت کرد
رسم هدیه دادن اولین بار در 10 می 1901 یا اینجا یکمی خطش رفته شاید بیشتر، با فرستادن 500 گل میخک 500 گل میخک سفید آغاز شد. این گل ها به کلیسایی در گرافلون، شهری در ایالت ویرجینیا ارسال شد، جایی که از بخش های عمری از زندگی خود را با خانوادهش در اون گذرانده بود. آن رسم سال بعد با فرستادن 10,000 شاخه ادامه یافت و این اولین کسی که این اقدام کرده خانومی به نام آنا واریس بود که همینطور آنا جارویس که من خوندم براتون نشید. گفتین چند سال پیش بوده این؟ در سال 3000 رو؟ رسمن از ابتدایش از زمانی که فکرش ایجاد شده حدود 150 سال پیش، ولی از حدود 120 سال پیش 115 سال پیش این کجا واقع شده؟ توی کانادا؟ ویرجینیا، امریکا. امروزه گل میخک در رنگ‌ها و آرایش‌های مختلف به مناسبت روز مادر هدیه داده میشد. این گل نه تنها مورد علاقه مادر آنها بوده است، بلکه به دلیل شباهت دندانه های گلبرگ‌هایش به تاج و البته عقیده عمومی بر مقدس بودن این گل، سمبول قدردانی از مادر است. در واقع میخک سفید در بزرگداشت مادرانی در گذشته و میخک قرمز در بزرگداشت مادرانی که همچنان از محبت حضورشان برخورداریم استفاده میشود. حالا دیگه بریم یه آهنگ بشنویم، برگردیم به یه چیز دیگه بتونیم. خیلی طولانی شدیم. بله اجازه هست خانم اصول خود یه آهنگ شاد بذاریم؟ یه آهنگ شاد دیگه. میدونی چه آهنگی بذاریم؟ آهنگ جلتنمن ساسو مانکن رو بذاریم که بحث بعدیمون در مورد اونه. میتونی این کار بکنی آید؟ بعدا الان یه آهنگ غمگین Rastrosti ke ini padu
باز خودان مادرم هر طاقت ایست منم عاشق ایست منم سفید مثل بره راست راست خیلی بره راست راست خیلی بره درنم بافینم بافو برم سافینم سرم رو بگیر تو دامنه قربونه بوی پیرهنه قربونه بوی پیرهنه قربونه بوی پیرهنه خیلی قشنگ بود. این خوب بود. خوب بود. خیلی قشنگ بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خیلی قشنگ بود. نه. من بعداً تکرار برنامه رو گوش می‌کنم، دوباره می‌شنوم دیگه. بسیار. نه این آهنگ‌های آقای معین هنرمند عزیزمون خیلی خاطره انگیزه و همیشه هم ماندگاره. ان‌شاءالله که خودشون مانا باشن. بله. که ما هم صداشونو همیشه بشنویم و خوشحال بشیم. بنده خدا هم مادرش هم چند سال پیش فوت کرده، که دو سال پیش. بله آقای معین، من روحشون شد، ولی من برای عرض تسلیت برای مادر خانمشون رفته بودم توی بله. پرژن پلس گرفته بودن، من اونجا بودم که بله. دیدم. شاید که روح همه مادرای رفته شاد و اونایی هم که هستن. من حالا که شما فرمودیم میگم نکنه یا که اشتباه کرده مادر خانومش بوده باشه. چون من مادر خانومشون اونجا بودم. من نشنیده بگید. من فکر کردم اینطور. یه چیزی در اصل اگر که هستن ان شاءالله که خدا برشون نگهشون داره و خودشون سلامت باشن و همیشه ما اینجا تو تورنتو ببینیمشون. بله انشاءالله. هرچی هنرمند داریم همه از اینجا میرن امریکا. خوشبختانه اطلاع دارم که آقای معین عزیز آقای معین هم شهری ما هستن، هم محله ما هستن. بله. بودن البته 70 80 سال پیش که ما ایران بودیم. 70 80 سالشون نیست. چی شما؟ من خودمو دارم میگم. من نه ایشون پدرش اینا رو از میگم. بله. بله. من با پدرشون دوست بودم زمانی که ایران بودیم. در اصل صداشون بی‌نظیر، خودشون خیلی مرد آقا، خیلی خاکی و من خیلی دوستشون دارم. یادم یه دیگه از کنسرتاشون رفته بودم توی دانتان بود، اون که مثلا میگم شاید مال 7-8 سال پیشه. بعد وقتی شروع کردم بخوندن تو وسط مثلا تو 3-4 تا برنامه شو اجرا کردن، داشتن اجرا میکردن، یه آقای ایرانی، یه جوانم نبود والا بگم که پسر جوانه، اینا سالونم پر بود پر بود، ما هم همون ردیف سوم چهارم نشسته بودیم. یه آقای گویا خیلی مشروب خورده بود، خیلی حواسش سر جاش نبود. آقا این وسط حالا اون داره میخونه، وقتی که تون کنسرت ها میریم همه اکثرا نشستن دارن نگاه میکنن، همون رو صندلیشون در جای میرخصن، نمیدونم احساس نشون میدن که مثلا خیلی خوشحالن اینا. ولی این آقا اون وسطی که جا هست برای رفت و آمد، اون وسط یک شلنگ تخته مینداخت و کله ملق میزد و اینا. بعدن سیکورتی اومدن که بگیرن، اصلا ببرنشون.
آقای موهین از دور اشاره کردن، گفتم ولش کنین، یعنی با دست واقعا اشاره کردن ولش کنین، خب اونم داره حال. بعد دوباره این کار رو انجام میداد، من همین ناراحت شدیم که خب وقتی که داره این کار رو میکنه، اون مثلا حالا خواننده، اون گوینده، اون کسی که داره سخنرانی میکنه، اون باید مسلط باشه روی صحبتش یا روی کاری که داره میکنه، اون از دست میده، یعنی نمیتونه بفهمه که داره چیکار، متوجه بشه داره چیکار میکنه. حالا گروه موزیک دارن موزیکشون رو میزنن، ولی اون خواننده که داره میخونه وقتی که اونا رو میبینه، خب در صورتی که همه سر جاشون نشستن، فقط این آقا اون وسط بود، اشاره کرده بود که دست کارش نداشته باشین. بعد که سکیوریتی اومدن، بعد بهشون گفتن میان کنار، ما بخواستیم چه بریم بیرون، ولی نذاشتن اینا، که بردنش بیرون کنار دوروبرش بایستدن که دوباره نیاد اون وسط ده. ولی من چقدر خوشحال بودم که این کارو کردن، خیلی مرد محترمی هستن. یه خاطره من تعریف بکنم، زمان نوجوانی که من اصفهان مدرسه میرفتم، حالا اینه که میگم اونایی که اصفهان بودن و اصفهانی هستن کاملا متوجه میشن، یه خیابونی بود به نام خیابون خاقانی. این خیابون از یک طرف میخورد به خیابان وحید، از یک طرف میخورد به خیابان حکیم نظامی. بعد یه دبیر اون وحید دستگردی؟ بله، خیابان وحید، خیابان حکیم نظامی، یه خیابونی بین اینا بود، خیابان خانه محل ارامله اونجا بود. بله. خب محل تبریزی ها پشتش بود این خیابان، همونجا که کلیسا هم هستش؟ نه، کلیسا تو خیابان روبروی خیابان خاقانی بود به نام کلیسای وانگ. بله. بعد کوچه کلیسا شاید بهش میگفتم، حالا دقیق یادم نیست، ولی خیابان خاقانی روبروی اون کلیسا بود. اونجا سه تا یا چهار تا کلیسا بود که تو همون مناطق بوده اینا، اونجا کلا محله ارامنه بود، یعنی ارامنه زمان قدیم که اومده بودن اونجا برای خودشون خونه درست کرده بودن، میشد گفت شاید 90-95% خونه ها مسیحی، هموطنان مسیحیمون بودن، افراد ارامنه بودن که اونجا زندگی میکردند. و بعد یه مدرسه هم بود که هم اول خیابون خاقانی بود و هم دبیرستان خاقانی، که شاید 60-70% بازم بچه هایی که اونجا درس میخوندن مسیحی بودن. منم حالا اتفاقا یا نمیدونم تصادفی هرچی بود اونجا ثبت نام کرده بودم پدر مادرم که اونجا درس بخونم. بعد همیشه مسیر خوبه که پیاده میمدیم، مسیرمون از همون کوچه کلیسا بود، میمدیم تو خیابون نظر و مثلا یه خیابون میر خونه ما بود که بریم مثلا خیابون میر. قبل از اون کوچه کلیسای وانگ یه محلیگه بود که حالا یادم نیست، میدون جلفا قدیمی بود، یه میدونه مثلا بود دور تا دور شاید 15-20 مغازه بود. بعدم مغازه ها بالا بودن، این مثل این که مثلا یه قسمت مثلا تو خود میدون پایین بود، زمان قدیمش که خاکی بود، بعدم یعنی مثل گود بود اینطوری. آره، تو میدون که راه میرفتی، یعنی هر مغازه میخواستی بری چند تا پله باید میرفتی بالا. من مثل مثلا شما تصور بکنی یه ورزشگاهی رفتی رو صندلی یا نشستی پایین رو نگاه میکنی، یه همچه حالتی داشت. اون قسمت که ماشینا میرفتند و راه میرفتی اینو پایین بود، مغازه شاید مثلا 2-3 متر بالاتر بودن، 7-8 رو پله میخورد میرفت بالا. و اونجا یه مثلا قنادی آختامار خیلی معروف بود، نمیدونم فروشگاه آرارات، اینجا بیشتر ارامنه بودن. بعد آقای موین اونجا یه صفحه فروشی داشت، صفحه‌های گرامافون بود، صفحه‌های مال گرام و اینا. ما هم خب اوایل حدود مثلا صحبت 47-48 سال پیشه، یه گرامی پدرم خریده بود و حالا صفحه ها رو میرفتیم تایید میکردیم، میمدیم صفحه میذاشتیم و گوش میدادیم اینا. یادمه که آهنگ آقاسی خدا رحمتش بکنه، آهنگ چیز رو خونده بود، تو سفر رفتی به سلامت، با تو قهرم تا به قیامت، تو به قیامت و چی اینا، این تازه اومده بود، یعنی تازه خونده بود و گل کرده بود تو رادیو و نمیدونم این برنامه. پدر من گفت که برو، حالا من نشنده بودم این آهنگ، این سفر رو بخر. آره، به من گفت برو این آهنگ آقاسی رو بخر. خب منم همین جا رو بلد بودم، حتی اون موقع که نمیدونم اصلا اسمش آقای معینه یا قراره که بعدا بزرگترین خواننده ایران بشه، که اونجا مغازه داشتن، رفتم اینو گفتم آقا یه صفحه هست من از آقاسی میخوام. گفت که آقاسی مثلا 40 صفحه داره، کدومش؟ خا
خب هرچی فکر کردم یادم نمید بابام چی بهم گفته مثلا چی تلفن دست اینا که نبود بعدم پیاده من دوباره برگردم اینا و هی فکر کردم چی کردم اینا و این بنده خدا شروع کرد آهنگ آقاسی رو خوندن. خب صداشم خوب بود دیگه من. تا رسید به این که گفت یه آهنگ یه سفرم جدید هفته قبل داده تو سفر کردی نه هدفون بود نه چیزی بود که مثلا بری گوش بدی مثلا چی اینا. خود اون شخص هر از صفحه ای رو میگفتی میگفتی این چجوریه میگفت خودش میخوند برات. اگه یادتون باشه مثلا اونم که تصنیف یادتون شما بله. به سن شما قد نمیده فکر کنم. نه بابا قشنگ یادمه تو بله. اینطوری دو تا ورق نوشته بود دیگه. آره شهر. تو خیابون میفروختن. اگه یاد بشه میفروختن طرف یک تعصبی هم داشت میخوند مثلا مال جبلی مال نمیدونم کی همینطور میخوند و مردم ها تشویق میشدن که اینا مال جوادی اصلاحی مال نمیدونم همه آقای پارسال با هم رفته بودیم دست جمعی زیارت آقای قادری عباس قادری بیشتر بازاری ها بودن جوادی اصلاحی مال سوسن چیزایی که تصنیف و صفه و اینا اصولا خیلی گل بوده تو بازار بود همون آهنگای کوچه بازار بود خب یه اشخاصی مثل ویگن و اونیک و اینا تو تلویزیون یا رادیو اینا میشنیدی مثلا حالا یادم نمیدونم چرا مثلا من یادم نمیدونم مثلا رفته باشم بگم این صفحه از اونیک بده من برای عید گل اومد بهار اومد باله فوران یادمه گل اومد بهار اومد اونجا تصنیفش رو میدوختم چه دورانی بود چه دورانی حالا خوب شد یادی هم کردی یه آهنگ بریم گوش بده بقیه اونه Thank you.
مرسی، ببخشید گفته بودیم که این چون توی فی‌البداهه داشتیم صحبت میکردیم راجع به خاطرات گذشته و خوانندگان عزیزمون که اونایی که رفتن رویشون شاد، اونایی که هستن قدرشونو بدونیم، بعد یه زمانی بشه که نه، یعنی نرسه اون زمانی که وقتی که فقدانشون هستش، وقتی که نبودشون هست، بعد بگیم که آخه چرا رفتن. الان که هستن قدرشون رو بدونیم، هواشون رو داشته باشیم، بهشون احترام بذاریم، روحشون شاد. جناب آقای آوازی عزیز یادی شد ولی ببخشید ادغام شده بود یه چیزی با هم دیگه، چون فی‌البداهه خواسته بودیم اتاق فرمانین ترانه قشنگ آقای آوازی رو بذارن که اینطوری شد. شرمنده از شما دوستان عزیز شنونده، ولی خب ما خیلی یادشون کردیم. خب جناب آقای روحانی، شما برنامه زنده همین مشکلات رو دارم. برنامه زنده، بله خوبه. خب خوبش اینه که یه چیه مشکل هم داشته باشه، حالا هر چند وقتی باری آهنگی خیلی گول میکنه و خیلی به دل مثلا عموم مردم میشینه و داغ میشه، اصلا یه دفعه منفجر میشه با آهنگ. اخیراً خواننده نسل جدید آقای ساسی مانکن یا آهنگ خوندن به نام جنتلمن. آه چه واویلایی شده تو مدارس. حالا غیر از اون که چقدر مثلا یه آهنگ گرفته و دیجه های معروف مثلا هر برنامه میرن شاید چندی مرتبه یه آهنگ رو پخش میکنن ملت هم. یعنی خیلی آهنگ رقصی و خیلی شیرین ها، ولی حالا یه حالت مبارزه‌ای و سیاسی هم پیدا کرد، اصلا مثل سرود شده، مثل که توی مداره. بله، در ایران از مدیه سری فیلم های داره پخش میشه، یه سری از بچه های تو مدرسه با این آهنگ رقصیدن. من یه کلیپ دیدم، این بچه کوچولو، دختر کوچولو با این مقنه های سفید اینو دارن میرقصن سر جایم، نه که توی برقصن ها، نشستن روی نیمکت هاشون، نشستن روی صندلی هاشون، ولی همون نشستن که در جا دارن میرقصن و اینو دارن همشون هم خب از برن دارن میخونن. این نشوندن اینه که موسیقی تو خون آدمه. خب این بنده خدا ها، حالا دیگه چی بهشون بگیم، دیگه زبونمون در آورد، سران حکومتی 40 ساله دارن زحمت میکشن، ای صبح دعا نمیدارم اینو بخونن اونو بخونن، سر صبحگاه اینجوری اینا تو این، یعنی این بچه‌هایی که هستن پدر مادرشون هم این آخوندها تربیت کردن، یعنی تو مدارس سعی کردن که بهشون چیز بکنن. ولی من یه کلیپ دیگه دیدم دیشب، نوشته بود که حالا چی تو مدرسه جلوی بچه‌ها رو میخوان بگیرین نذارین که اینا رو بخونن، جلوی پدر مادر رو نمیگیرین، توی بازار، حالا نمیدونم تو بازار تهران یا باز توی بازار، باش
همیشه من با چشمای خودم داشتم میدیدم که یه آقایی مثل حالا دست فروش چیه پتوار فروشه؟ نه 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 یا من اینو دیشب دیدم برای شما فرستم توی بازار جلوی یه مغازه که کرکرش پایینه. بله دارن تو خیام میزنن این دیا باشه که میرخصه. نه قشنگ اون بعده وسط بعد حالا همش که ملایی بمیره این اون وسط میرخصه این داره کار خودشو میکنه با همین آهنگ ساسیمان کنه با همین جنتلمنش با این داره میرخصه یه عده یکی دو نفر بایستان داره ازش میگیرن اونی که داره بار میخواد ببره از این بار اون داره رد میشه دو تا بچه دو تا خواهرن اون بچه چادرشون هم بعد نقنشو انداخ اون بر شروع کرد به رقصیدن اون یکی خواهره گرفتش کشیدش کردن یعنی همون یه آهنگ چه غوغایی به پا کرده و نشون میده که اون پدر داره اونجا میرقصه بعد میگن خب شما جلوی اون بچه‌ها رو تو مدارس میگیرین جلوی این پدر مادرها که نمیتونین بگیرین که اون هم یه آقای محسنیه داره اونجا میرخصه خب یه چیزی شادی میاره این نوازنده های خیابونی که در ایران هست آه، آه، آه. من چندین فیلم ازشون دیدم بعد اصلا بی اختیار خانوما آقایون که رد میشن مثلا یه مرتبه یه جایی اصلا مثل این که ربات میشن مثل این که از جای دیگه کنترل میشن یه دفعه کیفشو همه رو میده میکنه اون وسط یه فیلم دیدم که در تبریز بود خب در تبریز بود و یه آهنگ آذری پخش میشه اون دختر یه نداشتن میزدن داشتن تو خیابون یه نوازنده هایی داشتن میزدن بعد یه مرتبه یه آقای موسنی هم بود شاید 60-70 سال بعد یه مرتبه یه سبدی بود یه شروع نگه بذار زمین انداز زمین رو شروع کرد به آذری رخصیدن به چقدر هم قشنگ میرخصید موزیک تو حالا همون هم که داری میگی باز اوری کلیپ هستش من حالا خودکن داشته باشم اینم توی همون فکر میکنم که اونم تو شهرهای شاید رضاییه فلان هم اونجا آذربایجان در هر صورت توی یه جایی ورودی یه دونه بازارچه هست یه جاییه که مثلا فیلی مارکت که میریم یه همچین جاییه بعد یکی دو نفر دارن میزنن آذری یه دختر خانومی چه رقص قشنگی میکنه اول میرقصه یه عده پول میریزن بعد میره دور میزنه خریدشو میکنه حالا میخواسته تماشا کنه برمیگرده اینا همینطور داشتن میزدن دیگه دوباره میاد شروع میره برقصیدن کلاه اون آقا رو از سرش بر میداره کلاه اون نوازنده رو در حال رقصیدن چقدر مردم پول میذارن توی اون کلاه این خانوم دو بار براشون رقصید اون بار اول و نه ولی بار دومو از همه پول جمع کرد براشون تو دلم میگفتم دمت گرم دختر مهربون این مهربونی خدا کنه هیچ وقت تموم نشه آفرین بله بله نه بعد بعضی از افراد خوشبختانه هنوز بعد از این همه ضربه‌ای که ملت ایران خوردن ولی هنوز مسائل میبینیم انسانیت میبینیم معرفت میبینیم من عکسایی میبینم که طرف میوه فروشی دکه کوچولویی داره مثلا اون وانتش اصلا قرازه همه چهار تا دونه بسکت گذاشته مثلا یه پرتقالی چنین اینا بعد یه تابلو زده که میوه مجانی برای افراد نیاز بی‌بساط بله اصلا آدم هم تو مات میمونه نمیدونم دیشب یه عکسی دیدم توی فیسبوک یه نونوایی یه میزی بیرون گوشت روی سری نون گوشت روش نوشته بود که نان مجانی برای افراد نیازمند خب اگر میبینیم افرادی رو که اختلاس میکنن اگر میبینیم افرادی از هموطنامون که نمیدونم رشوه میگیرن نمیدونم دور میزنن کلو برداری میکنن صد تا کار انجام میده اینا ولی ما این هموطنان هم داریم این هموطنان هم داریم که واقعا انسان هست یا یه آقای رفتگری دیشب دیروز خوندم توی فیسبوک یه آقای رفتگری یه کیفی پیدا میکنه که 5,000 دلار آمریکایی توش کش بوده حالا این طرفی که کیف مالشه داشته میبرده بفروشه خریده بوده هرچی بوده اینا بعد 4-5 ساعت میچرخه میگرده این برون بعد تو صاحب این کیف رو پیدا میکنه و کیف رو بهش میده در ساعتی که میتونسته بگه که خب این پول ایرانی نبوده یعنی ایران نبوده این وقتی که دلار این توی یه نفر هستش یا اومده اینجا پول داره یا اصلا اینجا پول داره این دلاره میتونستش اصلا اونو ورداره ببره استفاده بکنه کلی هم پول میشده براش ولی ببینین چقدر ما مردممون خوبن بله
خدایا چرا قدر همدیگر رو نمیدونیم، چرا قدر این خوبا رو نمیدونیم. خدایا نظر کوچولویی هم بکنه، امروز روز مادره، ولی من میخوام دعا کنم واسه تمام ایرانیایی که تمام مردم ایران، تمام هموطنانمون، چه داخل و چه خارج از ایران، خدا این نظرشو شروع کنه دیگه، یه از یه کمکی بکنه که مردم اونایی که حالا خدا واقعا... که جای خودش داره، خود مردم هم انشاءالله یه دستی تکون بدن، حالا همه رو به افته خدا ندن، هم دیگه کمک بکنه. خدا یه مقدار سر شلوغ فعلا، خدا سر شلوغ. آمادگی آهنگ جنتلمن رو داریم، بری پس اینو گوش بدین، بعد برگردیم. آره بر بگردیم بعد وقتش بدی لبر بایدنم بودو بودو بگی کمر رو هایدن بیا بیا برش به سیکسی واسه همه زنگ زدن آد مرسی واسه همه فیلی آد مرسی واسه همه کادو آد مرسی وای بدن رو بیمین جون بابا خودتو به لرزون بابا همین میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادم آقا من جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه آقا من جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه برو ما رو خوب چلا گیر کنه بچه به تو خود داره ما یرکه یه فاز مصبت ها رو نگی که پیکم ماری دستت دیدم اینجا تهرانه اگه شاخ بشی کار دستت میدم سلطان سلطان جوندن قربان من خیلی عاشقتم و توی همه دنیا سلطانه سلطانه همش دور همه کردانه عکسش همه هشتگ لاکچری تهرانه بدن رو بیمین جون بابا خودت رو بلرزون بابا همین میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادم آقا من جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه آقا من جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه شنوندگان عزیز صدای منو میشنوید از کالیفرنیا آمریکا سلامت فابریکا سلامت ایمرنو مخلص همه سینگلا هفته دیر شسیو سلامت مکسیا سلامت فیمسا عاشقتون هم افتزو سلامت اونا که بالا سلامت چش قرمزا من بوده خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود، یعنی واقعا مشکلی که آدم یه آهنگو بشنوه بسر جاش بشینه، بسر جاش بشینه. من دیدم شما داشتی میرقصیدین. نه 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 نتونستم طاقت بیارم، هر چقدر خود را خواستم نگهدارم دیدم نمیشه. ایشالله همیشه شاد باشین. شنوندگان خوب ما هم که صدای ما رو دارن میشنون، ایشالله شما هم همیشه در درجه اول آرامش داشته باشین، شاد باشین، سلامت باشین، محبتاتون رو از کسای دیگه، از دوستانتون، فامیلتون، رفیقتون دیگه، رومیتتون، خلاصه به هر کسی کم نکنین. مطمئن باشین که این مهربانی و عشق مثل گندم میمونه، وقتی که بپاشین هی اضافه میشه، مثل گندم یه دونه رو بذاری بکاری توی زمین صد تا ازش میاد بیرون. پس محبت هیچ وقت ازش کم نمیشه. فکر نکنین که الان ما محبت رو بدیم بعد دیگه نداریم، نه 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 نه، هر روز این کلمه دوست داشتن رو بگین، هر روز محبت رو که اگر میتونی دیگه، این واقعا فریه، به قول اینجا مجانی دیگه، بدیم بره دیگه، محبت، مهربانی، شادی، خوشحالی، انرژی مثبت تا من کلاسامو دایر کنم. شما قبل برنامه یه چیزی رو فرمودین، چی بود؟ بد نمیدونم که یه
دو سه دقیقه در این مورد صحبت بکنیم، در مورد اون تلفن و رانندگی اینا. خوب شد گفتی. من این اتفاق امروز برای من افتاد. بعدم همیشه ببینیم این با این که یه جریمه های سختی گذاشتن تو این چند ماه اخیر که هر کسی تلفن بغل دستش باشه، دستش که هیچی، بغل دستش باشه، یا مثلا چه میدونم یه جوری حتی تظاهر هم نکنه داره حرف میزنه، اگه پلیس رد بشه ببینی میگن که با توی حتی حتما تو ماشین پلیس اینا نیستن، تو ماشینای مخفی هستن، ماشینای معمولی که میان بغل دست اونم میستن، توی اتوبوسا هستن، یه جورایی اینا متوجه میشن. پلیس نامحسوس. نامحسوس، بله ببخشید بخواست نمیدونستم که اینطوری بگم. توی ایران پلیس نامحسوس. آها، که حس نمیکنین. بله. بله. بعد اینا میبینن و از چیز میکنن، یعنی میان در باز میکنن میارن پایین، بالاخره جریمه. حالا خیلی جالبه که هنوز ما از رو نمیریم، هنوز در حال رانندگی میخواییم تکس بازیمون رو بکنیم، میخواییم شماره بگیریم. البته اون تلفن هایی که اون ماشین هایی که بلوتوث داره و نمیدونم آدم میتونه از طریق رادیو صدا رو بشنوه، خب یک کسی که زنگ میزنه آدم میتونه شاسی رو فشار بده و صدا رو بشنوه، حرف بزنه. ولی در حال رانندگی کردن، این شماره گرفتن، تکس کردن، این یه مصیبتی برای خودشون هستش. این همه حالا الحمدلله یه ذره تصادف چیه، این ثانیه هایی که اثر داشتن تلفن و بازی کردن با تلفن اینا کمتر شده، به خاطر همین هشداری که دادن خیلی سلیس و حتما این کارو میکنن. ولی من همین امروز واقعا شاهد این قضیه بودم. من از توی خیابونی که از توی اورچارد میخوره به خیابون یانگ، نه از خود اورچارد، خیابون بغلی کرک اسمشه، من از اینجا اومدم که میون بر میزنم که بیام. حالا من وایسادم، سه تا ماشین زودتر از من دقیقا یه چراغی قبل از این میون بری که من میخوام از خیابون فریحی وارد خیابون یانگ بشم هست، یعنی این چراغ قرمز بوده، هیچ ماشینی طرف مستقیم یانگ نمیمده، چرا قرمز بوده که توی خیابون یانگ میاد، پس از اون طرف هم داشتن میرفتن که پشت چراغ بمونن. ما این طرف من کلیر بود، خالی بود. حالا من هی وایستم میگم اه پس چرا نمیرم، چرا؟ وقتی که دستم رو گذاشتم استابی بوغ زدم که به پره طرف، بعد اونا هم که پشت سر هستم، من نمیدونم چرا اونا هم رعایت کار شد. من ایرانی هم، دست به بوغ زدنم خیلی خوبه، راحت میتونم کار بکنم. اون دو سه نفر بعدی، من چه نفر چه سه نفر بعدی چرا هیچ اقدامی نمیکردن نمیدونم. نفر اول داشت با تلفن پیاده شدم، من پیاده شدم، گفتم چه خبر، نگاه کردم اون آقا داره با تلفنش بازی میکنه. اومدم تو ماشین نشستم، فقط دستم گذاشتم روی بوغ. وقتی من بوغ زدم، باز دوباره نفر جلوی من بیچارا مثل که اونا که خیلی مؤدب بودن بوغ نزدن، با بوغ من یارو به هوش اومد که باید بره، که اون آقا رفت، اون سه نفر دیگه هم رفتن که من تونستم خودم برسونم به اینجا که وارد خیابون یانگ بشم. ولی خیلی یعنی اصلا توجه نمی کنن، اصلا مثل احتیاط میمونه. وقتی شما تلفن تو دستته میه تو ماشین میشینی، ناخودآگاه مثلا یه دفعه یه سی بپریم یه تکسی، حالا دارم هم میبینم جنوم یه تکسی اینه و خیلی خطرناک. من خودم میام تو ماشین، اولین کار کنم تلفنم از پنجره میدازم بیرون. الان 18 همین تلفن رو خریدم. نه ولی سر چهار راه توجه کنین، وقتی وایسادین پشت جای قرمز به ماشینایی که بغلتونه نگاه کنین، ببینین مثلا اینطوری نشسته، طرف دستشو داده طرف پنجره، بعد سرش پایینه داره، خب بالاخره پلیسی که اونجا وایساده که ببخشید احمق نیست که میفهمه داری تکسی، هم موقع میاد میگیره درو باز میکنه صداش میکنه، چم میگه مثلا چه میدونم اشتباه داری میکنی. ولی چرا ما گوش شنوا نداریم؟ نمیدونم واقعا. حس نخور. نه بابا برش حس بخورم، روز مادره. هپی مادرز. یه بار دیگه روز مادر رو به شما تبریک میگم. گفت پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. بله. عرض کنم خدمتتون ما برنامه در همینجا به پایان میرسه. متأسفانه وقت چند دقیقه. آقای روحانی من میخوام یه صحبتی بکنم با شما. و همچنین شنوندگان خوب، من همیشه با تمام وجود در خدمت هموطنان ایرانیمون هستم. خودتون میدونی که سالیان سال از سال 1994 تا الان
والنتیر جاب دارم با رسانه ها، تلویزیون، رادیو، رادیو، تئاتر، همه جا، که شما یکی از هنرمندانی هستین که همیشه با هم دیگه بودیم. همیشه وقتم رو گذاشتم برای دوستانم، هر وقتم هر کاری بخوان من با کمال میل با تمام وجودم میرم که کارو انجام بدم. خب ولی حالا من یه تقاضا دارم از شما، برای که تابستونه ما زمان تابستونمون خیلی کوتاهه، میدونیم بلا فاصله دوباره ما پاییز و زمستون رو داریم. حالا تو زمستون من اوکیم برای روزای یک شنبه که بخوام بیام اینجا، ولی میخوام از شنوندگان خواهش کنم، اینم ما از شما میتونیم ما این روزا تغییر بدیم که من از این روزا، چون زمانی که میخوام استفاده کامل رو ببرم از تابستونم و فکر میکنم که یه ذرم هوا گرم بشه. حالا درسته که روی تلفونا اکثرا دانلود کردن صدای ما میشنوند، اگر ما بتونیم یه روز دیگه رو انتخاب کنیم که بیاییم اینجا برنامه اجرا کنیم و بازپخش این برنامه روز یک شنبه اجرا بشه، فکر میکنین اشکالی داره؟ البته این سوال نه نه، من فکر کردم که ما برنامه زنده رو در یه روز دیگه انجام بدیم، تکرارش یک شنبه 12 تا 2 پخش بشه. بله اینجوری هم که افرادی که اگر فردا میرن پیکنیک اینا میتونن با تلفنشون آهنگا رو گوش بدن، برنامه رو گوش بدن، همین که ما هم میتونیم همزمان باشون شرکت بکنیم. بله باشه، حتما یه برنامه بزنیم کلی به مردم خبر بدیم، چون اکثرا روی تلفنشون اینو همه وای فای دارن اینو گرفتن مثلا دانلود کردن که گوش میکنن. بعد من نمیخوام که مثلا روز یک شنبه بین 12 تا 2 این کارو خواهیم کرد. بله من دلم میخواد، پس میشه که ما یه روزی بگیریم اونجا کارمونو بکنیم، حرفامونو بزنیم، کسایی که میخوان بیان روی خط تلفن میتونن بیان با ما صحبت بکنن، ولی بازپخشش روز یکشنبه باشه. بعد همین، فقط همین بود تقاضام از شما و شنوندگان خوبمون. پس میشه ما یکشنبه آینده اعلام خواهیم کرد، یا اینکه از طریق فیسبوک، از طریق تبلیغاتی که داریم به اطلاع شما میرسیم که برنامه کی پخش خواهد شد. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، زنده باشین. ایشالله که همیشه روزها که میدونم روز مادر، همه روزها با همدیگه باشین، شاد باشین، این زمان با هم بودن رو از دست ندین، یه روزی نشه که بگین ای کاش بود که با همدیگه بودیم. این ای کاش هیچ وقت برای شما پیش نیاد، همیشه بمونیم برای ما. آقای روحانی عزیز ممنونم از مدیریت رادیو و شما شنوندگان خوبی که با ما بودید. ممنون از شما. میریم آهنگ آخر برنامه، همینجا هم از شما خداحافظی میکنیم به امید برنامه آینده، یک شنبه آینده. روز خوش به شما. در ضمن حالا یه چیزی هم من فراموش کردم بگم، در طی برنامه میخواستم بگم برنامه روزانه که توسط دوست خوبم آقای مرتضی میرفیضی اجرا میشه، برنامه بسیار شنیدنی و قشنگی هست، امروز تکرار ساعت 3 بعد از ظهر پخش خواهد شد. دوستان توجه بکنید، حدود یک ساعت دیگه تکرار این برنامه پخش بره، حتما گوش بدید. خدا نگهدارت. ممنون، زنده باشید.
میمیرم خواهش میکنم الو خواهش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم تو رو مثل بر آهو من نوازش میکنم تو رو مثل بر آهو من نوازش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم خواهش میکنم الو خواهش میکنم
برنامه شاد و سرگرم کننده از رادیو صدای روز. کننده بهزاد روحانی. اجرا بهزاد روحانی و سیمی.